پزن در و پاشو بسته شد. میشنوی؟ خب بزن دیگه. سرده. آی شکنجه ایه. زیر این شکنجه چیزی نداری واسه اعتراف کردن؟ چرا دارم؟ خب میشنوم. قدر تازگی امروزو میدونم. نفهمیدم. چون پریشون دیروزت نیستی. اگه تو هستی؟ تو سرخوشی امروز کیاله بیاتی دیروزو داره. بزن درو. این که میگی خوبه یا بده؟ خوب و بد نداره. زدی درو؟ بفرمید قربان. خیلی لطف کردین. ساعت چنده؟ 10. بابا اینم که همیشه یه رب عقبه آخه. دیرت شده؟ آره بابا. بذار. دستت درد نکنه. بیا. کارت و بیمه رو گذاشتم تو داشبورد. با احتیاط بریم. باشه؟ یه چیزی یادت رفت. آه. نه بابا یارم که نرفته. یه دونه سیما خانم بیشتر داریم. خدمت شما. یکم بیشتر از چیزی که البته خواسته بودین ولی خب دیگه. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. روز خوبی داشته باشین. در تماس باشین. فکر میکنم ردیف اولش رو بگیرم. نه بابا خوب نبودن. شما از این رنگ دندونا نداری؟ نه خیر.
رنگ دندون؟ نه خیر، واسه تست نداریم، واسه مفبری هم نداریم. ببخشید خانم، تو رو خود شرمنده. بفرمایید شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. مامان جان اینم ببر. چه طرز حرف زدنه با یه خانم؟ یه خانم ماهی دو بار نمیاد اینجا خودشو مفتی آرایش کنه و بره. یه خانم پول میده، نه که پول بگیره. خانم ببخشید، نه از بابات پول میگیره. پس خانم نیست؟ ببین من کار دارم، مشتری دارم. برو بیرون. دل نشد دیگه. بگو بفرمایید خانم. بر پدر من اگه. خیلی خوب باشه. بفرمایید خانم. حالا شد. تو هم اینقدر خواهش نکن. بین من و تو اون دخترت یه خشانس فاصله است. و اینا شکل همین. هم خودمون هم بند و بساتمون. شکل پنگ کردن بساتمون فرق داره. خانم برو بیرون. خانم یه لحظه تشریف بیارین، خانم رو راهنماییش کنین بیرون. برو بیرون. ببخشید آقا سویچا. چاو گذاشته بودید. ممنون، واقعا متشکرم. بیما. بذار حدس بزنم ماشینت چیه؟ ببین من خیلی دیرم شده، باید برم. ماشین سیما؟ سیما؟ همین جیپ هست. او و شیشتا پله نردبون میخواد برسی به درش. خب دیگه من باید برم. بعد دو سال قد 5 دقیقه حقم هست که ازت بپرسم چه خبر؟ حسن منم تا یه جا برسون. چطور میشه؟ فکر نمی‌کنم مسیرمون یکی باشه. من کم دل به مسیر تو ندادم. اینم روش. خیلی خوب بیا بالا. اینو دیدم. بالاخره منم ماشین خوب سوار شدم. حالا مال خودم نیست که نباشه. مهم اینه که دل صاحب ماشین با تو باشه. دوست داری مدام حواست به شغلت باشه؟ دوست دارم حواسم به خندیدن تو باشه که به خودم بگم تو هم قد من خوشحالی از این دیدن دوباره. سیما، شوهر کردی؟ امیرم سمت شریعتی، کجا بیادت کنم؟ خونت؟ آره، هنوز همونجا؟ بلا کسی؟ پردیس، من میدونم کجا و به کیا مدیونم، یکیشون توی. ولی از اون روزا خیلی گذشته. از زخم بالا ابروم تا زخم زبونای امروز 2 سال و 2 ماهی است که ندیدمت. 2 ماه آخر رو خوب یادم مونده، چون تو زندون بد جوری فکرت افتاده بود تو کلم. قرار شد تا یه جا برسونمت، میرسونمت. یه قرار دیگه هم با هم بذاریم. من روبرومو نگاه میکنم، تو هم بکن. من تو دلم اون روزا رو مرور میکنم، تو هم بکن. باشه. کمربند جو. بله من؟ شما؟ حالتون خوبه؟ من دوست سیمام. نه که بترسیدا،
خب تصادف واسه پیش اومدن دیگه. بیایید شیخ هادی بیمارستان ایوزاده. الو الو شوهرش جان سیما خوبی؟ ماشین ماشین فدای سرت، درد داری؟ کجا درد میکنه؟ دستم، سرم. چرا کسی بالا سرت نیست؟ همینجوری برش کردم به امون خدا. باشا چرا کسی سراغی از زن من نمیگیره؟ خانم شما کی هست؟ سیما ستایش. میگه سردرد داره، میگه سرش خورده به فرمون، یه متخصص مغز و اعصاب میخوام الان ویزیتش کنه. اینو بده به دکتر اورژانس، یعنی فعلا آقا با عکس سرش منتقلش میکنیم بخش، اونجا سراغ متخصص رو بگیر. یعنی چی؟ دکتر بالا سر خانمت رفته، منم هر توضیح لازم بود به همراه مریضت دادم. همراه مریضم؟ همون خانمی که اونجا نشسته. سلام. سلام. من همونم که تلفن جواب داد، اون موقع شارژ داشت، حالا نداره. شما هم آسیب دیدین خانم؟ چیزی نیست. بفهمید بشین خواهش. اینجایید؟ بله. مسخره است، بیمارستان نمیذاره بیمار همراه داشته باشه. خدا را شکر انگار مشکلی نیست. بله، ولی دکتر گفته احتیاطاً امشب باید بمونه دیگه. شما چرا موندی؟ من داشتم میرفتم. چسب پانسمانتون بر اومد. چسبش چسب نیست. بعدش هم نکه صورتمو شستم. نباید میشستین، ممکنه زخمتون آب بکشه. خب من میرم. شما هم خسته اید، هم نگران سیما بودید هم نگران آب کشیدن زخم من. اجازه بدین یه سر دیگه به سیما بزنم، شاید بعدش من رفتم خونه شما رو میرسونم. آخه زحمتتون میشه. نه خواهش میکنم، میرسونم. شب شما هم بخیر. کجا تشریف میبریم؟ بریم خاقانی آقا، دست درد نکن. صرفتون بابت اینه؟ سیگار؟ اشکال نداره، شما راحت باشی. ببخش
سرد شد یهو. ببخشید آقا میشه بخاری ماشینتون رو روشن کنید لطفا؟ چش. خیلی ممنون، خوش گذشت. خواهش میکنم، همه زحمت ها رو که خودت میکشیدی. اختیار داری. شب شما بخیر. شب بخیر. شما مگه پیاده نمیشی؟ نه دیگه، من میرم پاسداران. به من نگفته بودم مسیر دو تاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه از مسیر دیگه ببخشید و معذورم. بابا همش 20 دقیقه رمز. شما 20 دقیقه هم رو برگشتش برای من تو این بارون در نظر بگیریم. زن و بچه هم چشمران. خب بیایید با آژانس معلم ما بریم. خدا پدرتونه بیاموزه. من؟ باش آقا اشکال نداره. زنده باد دیگه. چقدر تقدیم میکنم؟ 5 تومن. قابل نداره. اجازه بدید من حساب کنم. خواهش میکنم. پس من الان زنگ میزنم. مرسی. آقا مرسی. خداحافظ. بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. اینجا همه چی دم دسته. نونوایی، بقالی، درمونگا، عکاسی. بفرمایید. خیلی شکل خونه نیست ولی بفرمایید. ببخشید. با کفش بیایید. خودم هم اومدم. ببخشید. بفرمایید. بشینید، الان بخاری رو روشن میکنم. خیلی ممنون. رو اینجاش نوشتن بشمار 20 باید نگه داشت، ولی من همیشه تا 30 میشمارم. بعد یه زدم زست سیستن چاردن بازن شو زهیب دهشتن نوزن بیس بیس یک بیس دو بیس سه بیس چار بیس پنج بیس شش بیس هفت بیس هشت بیس نو سی. خوبی خونه کوچیک همینشه، زود گرم میشه. آژانس برسم پایین یادم رفته از عکاسی زنگ بزنم. مرسی. خانم میخوام تلفن بزنم، تاکسی سرویس. موبایل نداره این یارو اطرود کلونی؟ برو تو بعد تعریف میکنم برای سفر. عب نداره این زیر سیگاری سالی به روازم و تو خرخره پره. تا همین جوری نریزه کف زمین خالیش نمی کنم. شما بشینید. میبخشید. ماشین نداشت، گفت بیاد میفرسته. ممنونم. حواسم رفت اون عکس، دستم خورد به زیر سیگاری ریخت. مثل عکسای کارت پستالی میمونه، دختر قشنگه. الناز میگی؟
به باباش رفته. با شما زندگی نمی کنه؟ شاگرد اول شد امسال. دوست داره عکسشو بندازن تو روزنامه. نه، پیش مادرمه، شصت‌وار. فردا شب پیشمه. عکس کوچیک داریم ازش؟ خب همین نمیشه. عکست هم گرفتم. امشب الناز میاد تهرون. بهت گفته بودم. چی کار کنم؟ زور جیبم نمیرسه پیش خودم نگشت دارم. تازه میرسیدم نمیشد. من که هیچی با آدمیزاد نرفته. نه زندگیم، نه رفته اومدم. دلت واسه الناز تنگ نشده؟ نشده سراغش دیروز تا حالا نگرفتی دیگه. من و تو انگاری قسمت همیم. میبینی؟ باز اومدم مواظبت باشم، تر و خشکت کنم. هر کی ندونه فکر میکنه اجاق کورم که دوست دارم مادری کنم واسه تو. یه هویی اومدی، یه هویی رفتی. با اومدن تو حالا هوای مادریم عوض نشد. از اینکه مواظبت بودم خوشحال بودم. از اینکه میتونستم یه نفر رو سمتی بکشم که سمت رفته من نباشه. اگه پول تو جیبم کثیف بود، چون میخواستم تو رو تمیز بچرخونم. بدت نمیومد منم به کثافت بکشونی؟ واسه خاطر همین جیبت که گفتی. اون پیشنهاد تو بود. وقتی که میگفتی، میکردی. هیچ کیم جلو دارت نبود. به خود تو من دروغ بگی خفت اون روزا یادت میره؟ بهتر یادت بره. منم اگه یادم مستر بودن با تو بود تو اون روزا. حالام که اینجایی دیگه نه؟ وقتی شوهرتو دیدم نمیدونم یهو چرا حواسم رفت پی با هم بودن، دور هم بودن، خونواده بودن. خفشو بابا، کدوم با هم بودن؟ توی منجلاب وسط خونواده؟ نه، منظورم همون دور وایسادن و نگاه کردن به خوشبختیت بود با پاشا خان. چقدر طول کشید تا اسم شوهر منو یاد گرفتی؟ اصلا تو دیروز کی رفتی؟ همون زوری، بعد اون که کیفتو دادم به پاشا خان. چیا گفتی به پاشا؟ چی گفتی احمق جون؟ اون دهن گلگشادتو باز کن ببینم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بفرمایید کیف خانومتون. قربون شما، خدافظ شما. اینا رو گفتم. نمیتونی یکم مهربون باشی؟ نه، نمیتونم. سلام سیما جون، ببخشید. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خوبی؟ بفرمین برسونید. پاشا جان بریم؟ بله برید، منم باید برم خرید حلوله واسه الناز. عرض کردم بفرمین برسونید. بفرمین، خودم میرم پاشا خان. اینجوری که خاخه خوب نیست. بفرمین، خواهش میکنم. بفرمین. شما که با دوتا مسیر مشکلی ندارین اینجا؟ چه مشکلی؟ بگو دت. زنده باد. پس اول برین خاقانی. خاقانی؟
تو خونه دوستتو نمیدونی کجا؟ من میدونم، اینکه چرا تو میدونی یا نمیدونم. دیشب خانم پردیس تا دیر وقت بیمارستان بودن. شب بود، دیر وقت بود، بارونی بود، بعد میرسوندمشون. شب و دیر وقت خانم. چته تو؟ ببخشید زیور جون که پاشه روال زندگی تو رو نمیدونه. شب و دیر وقت خانم. آقا جلوی لوازم آرایشی که شاگرد تازه بالغ شده داشته باشه وایسی. چی داری میگی سیما؟ بس کن دیگه. خانم پردیس صبر کنید. یه چیزی گفت، بچه بود، یه چیزی گفت. داده و رفته. واسه چی درو؟ اون گفت نه من. آدم ها شکل نیت چون دروغ میگن. به من چه مربوطه؟ نیت تو چی بوده که دیشب تا در خونش رفتی؟ بابا رسوندن رفیق زنم که دیشب تا دیر وقت بالا سرش تو بیمارستان بوده. عجبا. مثلا نفهم دعوای من تو سر چیه؟ رسوندن رفیق تا در خونش که همه درد نداره. واسه چی میخوای اصلا قایمش کنی تو؟ چون باهاش زندگی کردم. اصلا تو میدونی اون چیکار است؟ میدونی زندگیش از چه کثافتی میگذره؟ آه این که میگی خیلی زننده است نه؟ پس چون زننده است میپرسم اون وقت تو با اون تو اون خونه سر تا پا نکبتش با اون شیشه تراس سنگخورش مدت زندگی کردی. اصلا من به گذشته تو ناخونک زدم که چرا سال 1300 و چه میدونم دو سال پیش. واسه چی بعد از اون همه پرت و پلاهایی که تو دفتر پشت سرت میگفتن زنگ گرفتی و بعدش هم طلاق؟ تراس سنگخور؟ تو توی خونه اونم رفتی؟ تو حالت خوب نیست بابا جون، استراحت کن. تو کله خرابه تو چی میگذره؟ چی میخوای از خونه زندگی من؟ اونی که تو خونه من وایستاده اونم با کفش توی من چیکار به زندگی تو دارم؟ دیشب پاشا اینجا بوده، بگو خوب. امروز به اندازه کافی اذیتم کردی، برو بیرون. میخوام آماده اومدن الناس شم. تو که با آماده باش بودم واسه اومدن اینه، اون عادت داری؟ یه چیزایی من از تو میدونم، یه چیزایی تو از من. تو هم پیش من گروهی داری زیور خانوم. من هیچی نگفتم. هنو واسه الناس پول میفرستی؟ ماه به ماه پیش مادرت چه سوار؟ همونقدر که پاشا نباید از گذشته من بدونه مادر و برادرت. اون امامزاده که توش زندگی میکنن و نگهبانی ازش. توی شهرستان کوچیک، خبرای بزرگ. میفهمی چی میگم که؟ چیا به پاشا گفتی؟ اون به چی گفت؟ بهم گفت خانم، گفت شما به من. شوهر اومد بالا منتظر آژانس، ماشین که اومد رفت. همین. شغل تو بوگن داره ولی صدا نداره. زیور کاری نکن که بشم صدا به گوش همه برسونم. چی کاره ای؟ یه مواد فروش سابقه دار. این دفعه که بگیرنت برای چندومته؟ دوم، سوم، بیستم؟
دفعه دیگه برگشتی تو کارت نیست. اون الناز بی ننه بابا توی پرورشگاه که از پنجره تا آدمشو نکبت گرفته چی به سرش میاد؟ دیگه پولی نداری که بهش برسونی. من بی ضرر با پاشایی تو حرف زدم. حالا از خونه من برو بیرون. وقتی به پاشا گفتم پردیس 20 تومانی یعنی چی؟ توف کرد به دیشب تا حالاش. اینو بهت گفتم که دیگه عوض احترام گوش پاشا رو نکن. از من بهش گفتی؟ از خود تو اون سال زمستون که من 20 تومانی از پشت توالت زنونه یه پارک آوردم تو این خونه چیزی به پاشا جونت نگفتی؟ از اون تخت خواب و اون کمد که این رضا عکاس بی غیرت رو با دوربین نشوندی پشتش که عکس بگیر از تو اون یارو. خفشو. خفه بودم که تا حالا میونه طلبکاری بدهکارت شدم. طلبکار؟ نه. تو من آوردی اینجا که یه پردیس جوون داشته باشی. من آوردمت اینجا که گشنگی و سرما و دربدری یکی مثل من ازت بار نیاره. تو خودت رفتی تو کار اون یارو دم کلفته که باج بگیری ازش و سرکیسش کنی. از الان تو 40 سال دیگه چسونه واویلا. دل تو دلت نباشه. تا من به قول تو 20 تومانی یه رو بعد از ظهر حواس نکنم به پاشو جونت بگم سر میلیونایی که تو کلت بود چطوری جلوی یه دوربین قایم شده خندیدی اشوه ریختی و میلیونای هنوز نگرفته تو مخت چمردی که نشد نشد و گندش در اومد آدماش ریختن تو خونه اون زخمو گذاشتن پا ابرومن که تو لغت نخوری حالا جار میزنی شغل منو بیچارگی منو بشین سردبیرمون گفت قابل نداره دست شما و سردبیرتون با هم درد نکنه رفت واسه چاپ ستون اول شاگرد اول زنده باد نپرسم کیه نپرسیم چیزی رو از دست ندادی فقط نمیخوام سیما بفهم سلام تو اتاق شوهر من چی کار میکنی؟ خب تو هم برو تو اتاق شوهر من مگه شوهر تو هم اتاق داره؟ نداره که اینجا باش قرار گذاشتم دیگه اومدم منت کشی یه متن آوردم پاشو برام ترجمه کنم باریکلا پاشا باریکلا به تو میگم به اینکه از امروز حرفی بزنیم بریم جو شام بخوریم میخورم اضافی بیاد به خودمون ببریم خونه من روشن کنم نکن بده پیتزا بیاتشو بیشتر دوست دارم تو میشستیم بهتر نبود سرده سرد که باشه قدر خونه تو بیشتر میدونی تو میدونی؟ من قدر همه چیو میدونم قدر تو رو قدر الانمونو قدر خونمون که کلیدش جا مونده دست لیلا
پردیس دورانی از زندگیمه که دوستش ندارم. فقط همین. من از پردیس حرفی زدم. روش ها فرق میکنه. اون پردیس، اونم خونش. برو توشون بگرد. من چیزی واسه مخفی کردن ندارم. من دنبال قایم شده ای تو نیستم. یه بودم که تو این سالا یه سراغی از خانوادت میگرفتم. گرفتی. به روش خودت. خانواده من معلومه، مشخص. روز اول آشناییمون بهت گفتم. پدری که یه روز از خونه رفت، پرید تو سد کرج. مادری که انگیزه نداشت قصه بخوره چرا شوهرش رفت و پرید. یه خواهر که پیژامه پاش میکرد و تو نوع خودش زن خوبی بود. تو نوع خودش. از اون خونه و محل زدم بیرون که مجبور نشم با یکی از قماش محلمون عروسی کنم، شب به شب کاسه پول خورداشو بشمورم بگم به به چقدر خوشبختم. کثافت سر رام بود. ولی تون تون از کنارش گذشتم که نشم یکی مثل پردیس. خانواده من قسمت نچسب زندگی منه. داداش، با اینجا کار داری؟ ابونگا اومدی؟ شما مال همینجایی؟ بله. یه امانتی دارم واسه همسایه بالاییتون، ولی خودم نمیخوام بهش برم. چرا خودت نمیخوای بهش بدی؟ حالا، به هر دلیل. شما زحمتشو میکشی؟ جوابش کردم. یعنی میکنم. گرفتنش. چرا؟ دیگه شورشو در آورده بود علنی. حالا هم اگه از حبس برگرده باید بره اینجا علنی. ببینم حالا چی از این امانتید؟ جای 3 ماه اجاره نداده ما رو پر میکنه؟ چطور؟ این که النازه تو جدول چی کارون؟ بایزه قرون آقا دستونو بیاریم بالا. مرسی. دست همه میبوره که نه مشکل نداره. دستونو باشی. خیلی
چطوری پردیس؟ ولت کردم؟ تو کی هستی که اساس میریزی بیرون؟ اون توپازش خراب شده بود، منم بازش کردم، مشتری آوردم. زنم رو که میشناسی؟ نمیتونم خالی نگردارم اتاقو، چماقی این ارث پدریش تو سرم. من حکم سرایدار رو دارم اینجا. الناز کجاست؟ خودت فهمیدی کی فروختتت؟ گفتم دیگه ولت نمی کنم. اونی هم که منو فروخ همینو با خودش گفت. فرستادی شصوار؟ الناز رو میگم. فردای روزی که گرفتنت یکی اینو آورد. از به زیستی هم اومدن. باز تو هم بهتر شد دیگه. پول تو نه کفاف خودتو میداد، نه اون زبون بسته رو. دولت بیشتر بهش میرسه. چی کار کردی تاپاله؟ چی کار میخواستی بکنم؟ میرفتم جلوی مامورا وای میستادم، میگفتم نبرید دخترشو. 4 ماه گذشته. نیم ساعت نتونستی مرد باشی؟ بچه بیزبونه من. مگه نگفتم بفرستش پیش برادر و مادرم شهسوار؟ تازه من شانس آوردم. خیال میکردن دست من و تو هم تو یه کاسه هست. آش نخورده و دهن سوخته. چرتکه انداختن چقدر با این زنه در آوردی. 3 روز طول کشی تا آبرومو ثابت کنم. اگه زنم میفهمید که 3 سال طول میکشی. کیست زباله رو چه به آبرو؟ باید خالی کنی. دیگه گندش در اومده. داشتم فهمیده چی کاره ای. اومد ترون پی دخترت. بگرد دنبال جا. خالی کنم جورابای کیه بدم آقا میکشی و میگی به به. بیارش برام. چیو؟ اون فیلمو. کدوم فیلم؟ همون فیلمی که تو این سالا باج مخفی بودنشو بهت میدادم که جایی درز نکنه. ولی حالا میخوام یه درز واسش واکنم قد این شهر. فیلم برشکسته که من و تو اون سیما. چرا بدمش تو؟ شاید سیما دست به جیب بشه بابتش. ول کن یقه رو. آره شاید دست به جیب شد. تلفنش اینجاست تو کیف من. بغل دست تلفن آدرس زن تو. تو سیما رو بگیر از قیمت فیلم بهش بگو. منم زن تو میگیرم و 2 کلوم سر تو باش پچ پچ میکنم. احترامتو نگه دارا. سر نزن. کسی مطمئن حرف میزنه که مطمئن زندگی کرده باشه. نه من و تو اون سیما. حریفم نیستی. راضی نگرم دار. همینجا وایستا برگردم. رو چشم. سلام پاشو خان. آدرس من از کجا پیدا کردی؟ از تو روزنامه آدرس دوستتونو پیدا کردم از سمت اون شماره. چرا؟ چی کارم داری؟ ببینی من برای شما احترام زیادی قائلم ولی آخه نه نداری پاشو خان. برای مردم من و امثال من حکم مسافرت رو دارم. اونم مسافرت 2 ساعته. بعد مسافرت برمیگردن خونه شون بی این که یاد مسافرخونه‌ای که توش بودن باشن.
من تا حالا پامو تو هیچ مسافرخونه ای نذاشتم. اومدم شکایت از سیما. اون همیشه بچه بوده، تو 50 سالگی هم بزرگتر میخواد. یه وقت بود بزرگترش من بودم، تر و خشکش میکردم. سیما که از خونم رفت بیرون، راننده خطی تراشه از سوار الناز و دم در خونم پیاده کرد. الناز اومد بالا، ما چه اول ما چه دوم در خونه وا شد، ریختن تو خونم. الناز هاج و واج نگاه میکرد که منو بردن بیرون. به خودم گفتم این بردن 10 سال است. دو تا اس داشته باشی، هر دنبیلم که باشه میشی تک سابقه، میشی 4 ماه حبس. سیما بساتون تعریف نکرد از گرفتنم؟ چرا فکر میکنین سیما از گرفتار شدن شما خبر داشته؟ چرا سیما فکر میکرد من میخوام زندگیتون رو بریزم به هم؟ کسی قرار نیست بتونه زندگی ما رو به هم بریزه. فیلم ببینیم با هم؟ چی میگی تو؟ نمیفهمم. حالا واسه شما هم شدم تو؟ امشب اولین نفری هستی که میبینی، فردا شاید خیلی رو ببینم. شق القمر کرده یار. همیشه خوشخوشون اومدی دیگه، نه؟ ساعت چنده؟ نگفتم یادت میره؟ مهمونی خونه لیلا رو میگم. کلید منم که برداشتی با خودت بردی. چه این شکلی؟ پریشونی؟ شوخیه؟ شوخیه. این چیه؟ من با پردیس دیدم. بقیه مردم شهر با کی میبینن که صحبت؟ Thank you.
ها چی میخوای؟ چی میخوای تو؟ همینجا وایس. شهاب خان، سیما. سیما خانم شما ای؟ اصلا بزنیم ببینم لیلا خوابه. حالا میخواییم تشبیه بریم بالا بیدارش میکنم. من نمیدونم چه وقت. بفرمی کجی تشریف میدی؟ پاسداران. کجای پاسداران؟ بوستان. پاشا من که میدونم میشنوی صدامو، من دم خونم، نمیخوام بیام بالا، میخوام حرف بزنم گوش کنی. خب بعد مشکلمون رو حل کنیم، بردار گوشی و
الو الو پاشا، گوشی رو بردار. الو، میان این همه شماره که تو گوشیمه دریق از یک کس، یه جا که بتونم برم اونجا. میدونم تو هم مثل من حالت بده. پردیس فقط یه چیزی بهت نشون داده. خب حرفای منم بشنو. اون فیلم مال وقتی بوده که اسم شهر بوده، سیغه بوده، نداری بوده. چون نمیخواستم به نون بربری گاز بزنم و بگم خدای شکرت. نمیخواستم مثل مادرم بگم خدای شکرت که سقف بالا سرمه. سقف ترک خورده و گوه گرفته دو تا اتاق. بردار گوشیو. سرده. تاریکه. کیه؟ گفتم کیه؟ واکنم چی تعلق؟ Thank you.
گرفت خودتا چایان یاد بفهمی شما بفهم بزا زمین دیگه اونا رو تو قرآن میگه چود نمیشه که یه چایی بریزم بشه حالا اومدی دیگه کیه؟ چطوری؟ چطوری تو؟ این همه؟ خورده میشه مهمون زیاد کسی با تو؟ ایمانه چایی بیارم؟ دوتا این مال کیه؟ مال خودم نداشتی؟ ایما بودو بودو یا الله دست درد نکن سلام علیکم طرف خانم سلام احوال شما خوبه خانم خوبه قربون شما سلام برسیم از شما درد نکن نوشه جون مخلصی ایما اینم آقا ببخشید مردم من بیرون کار دارم موتو نیفتی سلمانی رفتی؟ آره اشکا بس بگید برو دیگه یه آبشونش میکنم حل دیگه مایوز مرتبش کنم چشم جدی داری شوهر میکنی طلعت؟ اسمش رسوله دوستم داره حواسش به غریبیم نیست حواس منم نیست که پل عروسیمو خودم باستم کنم ولی تو همه حواسا رو جمع میکنی 5 صبح خیس و هنهن کنون واسه چی برگشتی؟ مگه نگفتی شطور دیدی ندیدی؟ این ندیدن ثمرش تو اون اتاق خوابیده سکته یو لال علیل دو سال پیش همه چیز ریختی به هم جمع جور کردن ریخت و پاشای تو همین الان طول کشیده
نشستیم شنیدیم دخترشون ال دخترشون بل گیس بریده دوره آخر زمون حرف ولی دیگه مادر هوش حواس از اون صبح و نماز و اینکه من دخترشم رو نداره تو به همش ریختی لال و علیل پس چی برگشتی؟ که حواسا رو جمع کنی؟ به این مادرمون که شده یه تیکه گوش افتاده اون گوشه به اینش هم رحم نداری؟ میدونی از چیا گذشتیم که همین یه تیکه گوش واسه اون بمونه اون گوشه؟ مادر علیل داشتن بهتر از دو سر یتیمیه نه؟ باز چی برگشتی؟ خب احوال تو با خانم ما چطوره؟ اینم ریش کردی؟ سونده چه خالیه؟ بی قربونت بشن بیا پرتقال بخور بیا آکن نه تو بیار آکن بخور قربونت بشن یه قلب دیگه بخور یه قلب بیا یه قلب بخور قرص بده آها بسا آها قرص بده برگشتم چون این قابعکس بهم میگه خانواده داری اگه هیچ جا جات نبود پیش خانوادت که جات هست نیست اون قابعکس بهت نمیگه تو این خانواده رو ریختی به هم پدری که از سر خماری همیشگی پری تو سد کرج و من حلش ندادم نداری حلش داد رفتم تا ندار نباشم تا حلم ندن مادرمونو نداری علیل نکرد غیرتش حرف مردم بیابروی تو از پا انداختش علیلش کرد گم بودن تو گم بودن معجزه اومد سراغت که از نداری گذشتی یا که چی من پاکم درستم اگه یه جام ناپاکی داشتم به عفت و زنونگیم ربطی نداره به مغزم ربط داره و آرزوهایی که استعداد برآورده کردنشون رو نداشتم چی میگی ای به 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 نگاه کن خوب نگاه کن میشناسیشون تو که گنده حرف میزنی من نمیفهمم تو که لنگه نداری تو بی کسی کدوم اینا درستی و زنونگی تو باور میکنن خاله دایی عمو عمه کدومشون تو باور کن خوشمزه است.
کجا بودی این چند ساله؟ یه سالش رو دویدم واسه شانس آوردن تا که شانس خانم بودن اومد سراغم. شانس خونه، ماشین، شوهر. خونه شوهر بی حسرت تا که اون جامون در گذاشتن کف دست همون شوهر، اونم ردم کرد. بهم گفت هرزه، ولی من هرزه نیستم، فقط خیلی تنها. چقدر خوبه که آدم تنها نباشه، رسول داشته باشه. من که نداری ای بار نمیتونم. ماهی یه بارم که مرغ بخوری، نه قرآن خدا غلط میشه، نه چیزی از مخت کم و زیاد. گفتم رسول یه چیز، دوتا چیز ازت میخوام. ریزه بستن کوچه، یه ماشین عروس که پیکانم نباشه. گل زده تا خود صبح تو شهر بوق بزنیم بچرخیم. تو عروس کردی ماشین عروس داشتی؟ چیه؟ رسوله من که میدونم کسمی. وقتی میدونم یعنی می کس نیستم. بمون پس افره اختم. همسایه است. اومده واسه چیندن سفره عقد و ریزه بستن حیات. دیگه وقتش بود، نوبتش بود خوشبختی طلعت. همون نگات منو بس. میشینیم نگاه میکنیم طلعتی و آقا رسول و خاله شدن منو، مادر بزرگ شدن تو رو. الهی فدات شم. طلعت شلوغش کن خونه رو، یه نوار بذار، عروسیه.